شلوم و براخا مدت ها بود که شروع کردیم درباره نبوت از دیدگاه هارامبام صحبت بکنیم جلسه اولش چند هفته پیش بود کمی متاسفانه قسمت دومش به تاخیر افتاد ولی امروز مراسل دیدم در ادامه بحث های نبوآ صحبت بکنیم و ببینیم هارامبام نبوت را چگونه میبینه کی ناویه از دیدگاه او فرق نبوت با خواب چیه آیا این دو از یه ماهیتند خوابهای واقعی چی هستند چه کسی میتونه ناوی بشه در بحث نبوعا گفتیم هارامبام معتقد و مطمئن که یکی از جنبه های ضروری و لازم برای اینکه کسی به نبوت رو احراز بکنه و به کمال نبوا برسه به غیر از اینکه باید قدرت تعقل داشته باشه دانش و شناخت داشته باشه باید دارای قوه تخیل هم باشه و تخیل او در درجات بالا باشه هارامبا معتقده که قوه تخیل انسان که بهش میگن کوو همه دمه به زبان عبری یک نیروی فیزیکی است اونچه در خیال ما و در رویای ما و در تصورات ما میگذره یک اتفاقی است کاملا طبیعی و فیزیکی و مستقیما ربطی به ماورای طبیعه نداره هرچند بام قائل که برای اینکه کسی بتونه به نبوهای کامل برسه باید وقتی فیضی الهی از عقل بلفل صادر بیشه اون دانش الهی، اون دیتا، اون اطلاعات الهی پایین میاد اول در قوه درک انسان عقل انسان مغز انسان قرار میگیره و انسان باید زمینه اقلانیش خیلی بالا باشه ولی بعد این دانش الهی که در تعقل آدم قرار میگیره منتقل میشه به قوه تخیل و اونجاست که این دیتا و این اطلاعات پخته میشه و شکل میگیره و برای ناوی مفهوم پیدا میکنه اما مهم اینه که هارامبا میگه کسی که میخواد به درجه کامل نبوع برسه باید این تخیلش مادرزادی قوی و کامل باشه این قوه تخیل مجبوری ما بیشتر دربارش حرف زنیم تا قبل از اینکه بریم به خود نبوه رو بفهمیم که نبوه چیه تا نفهمیم قوه تخیل چیه نمیتونیم نبوه رو خوب درک بکنیم اول هارامبا میاد به تعریف فیزیکی و علم الشایی میکنه میگه قدرت تخیل یک قدرت فیزیکی است که تأثیرات حسی را که با احساسش میگیره در خودش ذخیره میکنه در حافظش وقتی این تأثیراتی که با احساسش گرفته در یه موقعیتی مجددا اینا این دانش شناور میشه و منعکس میشه در حقیقت دوباره در آگاهی آدم اینا یادآوری میشه یعنی آدم یادش میاد آدم یادش میاد چیه اون اطلاعات اون دانش مجددا شناور میشه و به نمایش گذاشته میشه در تخیل آدم آدم قائله که برخی از این احساسات اون چیزا که با حساش گرفته و توی حافظش رفته را میتونه اینها را با هم ترکیب بکنه میتونه تجزیه بکنه میتونه حتی در خیالش موجوداتی را خلق بکنه که وجود خارجی ندارند یعنی آدم میتونه تو تخیلش یه فیلی را احساس بکنه تخیل بکنه که از, از،, از سوراخ یک سوزن رد میشه این واقعیت نداره اما قوه تخیل میتونه این کار را بکنه به همین خاطر از یک طرف قوی تخیل میتونه خیلی مف مفید باشه خیلی منطقی باشه از یک طرف میتونه کاملا فانتزی باشه و اصلا غیر قابل باور هم باشه تخیل ما میتونه چیزهای رو خیال بکنه که اصلا با واقعیت جور در نمیاد اینجاست که بعدا در بحث انبیای دروغین میبینیم که اونهایی که تعقلشون ضعیفه و اما تصورات قویه قوی تخیل قوی دارند اما تعقل ندارند اما شناخت و دانش ندارند به یه ایده هایی میرسند که فکر میکنند از بیرون گرفتند و فکر میکردند که اینا ناوی هستند نبی هستند ولی اینطور نیست اینها از همون دیتا ها و اطلاعات و اون تاثیراتی که در حافظشون قرار گرفته و به هم ترکیب میشه چیزای تازه میسازند و فکر میکنن اینها از بیرون به اونها رسیده پس اولین چیزی که باید بدونیم اینه قدرت کوخ مدمه قوه تخیل فیزیکی جسمانی است طوری که حیوانات همی حسرا را دارند بیشتر حیوانات هم خواب میبینن پس بعضی ها میگفتن خواب مال نشام هاست. نه خواب در جسم ماست حیوانات هم خواب میبینن حیوان که نشام ها نداره پس اینجا حرام هم داره درست میگه ایشون میگه که همه چیز فیزیکی است فعلا قوه تخیل حالا میرسیم به نبوها چطور اتفاق میفته پس میتونیم به وسیله قوه تخیل مفاهیمی بسازیم که واقعی باشند یا فیک باشند غیر واقعی باشند و در حقیقت قوه تخیل در ابتدا یک سیستم اقلانی آنالیزی نیست بلکه پراکنده شدن اتوماتیک، غیر ارادی بعضی از اون چیزا که دیدیم و شنیدیم کسایی را که در طول عمرمون ملاقات کردیم برخورد کردیم اینها در رویا و در خواب به صورت غیر ارادی رها میشند این اطلاعات و به صورت رویا و خواب دیده میشند پس اینجا ما میبینیم که خیلی درش منطق نیست که این کسی که خواب میبینه داره نووا میاره فعلا این خوابی که الان دیدیم رویاهایی که زایده افکار ماست و در درون ما و در اطلاعات نه مغز ما بلکه اطلاعاتی که در خیال ما و تخیل ما و حافظه ما جمع شده اینا رها میشه به هم ترکیب میشه تجزیه میشه و خوابهای در هم بر همی ممکن انسان ببینه پس اولا باید این رو بدونیم قوه تخیل فیزیکی است اما هم از همین قوه تخیل بسیاری از اختراعات ایجاد شده بس خیلی از مخترعین تخیل قوی دارند حتی ممکنه تعقل خیلی بالا هم نداشته باشند بعضی استعداد دارند که چیزهایی را خلق کنند بسازند این میتونه به خاطر کمال و قوی بودن قوه تخیل و تصور آنها باشه. بعضی چیزها که مربوط میشه به قوه تخیل مثلا فرض کنید که خیال، حافظه، ترکیب اطلاعات، جدا کردن اطلاعات و حدس. یا بهتر بگیم قوه تخیل یا قوه خمدمه میتونه از شعور از فکر از عقل و اگر درست استفاده بشه نبوآ هم از این قوه تخیل بعد از طی مراحل قبلش ایجاد میشه یعنی کسی که میخواد ناوی باشه تخیلش باید خیلی قوی باشه و هنر هم از اینجا ناشی میشه هنر هم از قوه تخیل البته رابطه هم با قوه تعقل تا... داره که بهش اشاره می‌کنم. وقتی که قوه تخیل به یک کمالی میرسه از تولد انسان به صورت مادرزادی اگر او مستعده که به کمال برسه میتونه برای ما فراهم بکنه امکانات این که یک تعمق و این نگاه آزادانه و عمیقی نگاه داشته باشیم به اون چیزهایی که در زندگی اتفاق میفته و بعد میبینیم که از طریق بینش درونی ادام انسان میتونیم به وسیله این تخیل به خلاقیت و چیزهای تازه بپردازیم مفاهیم تازه یاد بگیریم و درک هایی برسیم که از طریق ایون و نظر و مطالعه به دست میاد اون فیض الهی که بر قوه, تا قوه تخیل ما وارد میشه و او را به کمال بیشتر میبر یعنی خود اون کسی که ناوی میشه از عقل بالفعل از دنیاهای های عقلانی اون فیض الهی صادر میشه میاد در قوه تعقلش و بعد این میاد وارد قوه تخیل میشه و تخیل آدم را به کمال و به اوج میرسونه و اونجاست که این آدم یک مرتبه ببینه داره آینده را میبینه و چون اگر قوه تعقلش و دانشش و شناختش هم بالا باشه چیزهایی را خواهد دید که از دنیاهای دیگه میان اطلاعاتی به اون میرسه که مربوط به ما برای آگاهی خودش هست البته این کار ممنوعه که ما چکار بکنیم به این قوه تخیلمون آزادی محض بدیم و مطلق بدی. باید به وسیله عقل کنترل بشه اگر تخیل ما توسط قوه تعقل ما کنترل بشه میتونه تربیت بشه هدایت بشه و به درجات بالا برسه و الا اگر نه ممکنه به بیراهه بره و چیزهایی را تصور کنه که وجود ندارند و خیالات به بافه و هزیان بگه و بگه که من ناویم و من پیغمبرم و من امام زمانم که دیدیم خیلی افراد توی جامعه ها جوامع هستند که چنین ادعاهایی دارند و فکر میکنند که ناویم و پیغمبرم و فکر میکنند که اومدن دنیا رو نجات بدن اینا هزیان میگن به خاطر داشتن قوه تخیل بسیار قوی اما قوه تعقل و دانش بسیار ضعیف این فیض روحانی الهی که از طریق عقل بالفعل به قوه مخیله انسان میرسه باعث این میشه که به او امکان میده آینده را ببینه آینده دقیق را هم ببینه و ناوی همینه ناوی را نمیتونست این چیزی که الان میبینه را نمیتونه به وسیله قوه شعورش و حدسش و آموزشش یاد بگیره به خاطر اینکه اون فیض الهی که میاد و بر از قوه تعقلش روی قوه تخیلش وارد میشه او را به این کمال اوورده تا بفهمه چه چیزهایی در آینده اتفاق میفته بدون اینکه خیلی هم در این باره تحقیق کرده باشه رامبان میگه بدان اگر یک انسانی باشه که ذات مغز او از خلقتش از اولی به دنیا میاد در اوج بالانس بوده و اون مواد مغزیش مغزش, مغزش سل سلیس و آرام و منزه و کامل باشه و اگر این آدم به اندازه کافی درس بیاموزه دانش کسب بکنه علم و منطق را بدونه تا بتونه این دانشها را از قوه به فعل در بیاره همچنین اگر این آدم صفات انسانی بارزی را کسب بکنه رفتارش رفتار منزه و پاکی باشه اخلاق بالا داشته باشه انسانی با بالانس باشه چیزهایی که درک خواهد کرد چیزهای روحانی و الهی خواهد بود و بسیار چیزهایی که در دنیای ما عجیبه هارانبان میگه اگر این صفات را که گفتیم کسی داشته باشه حالا نمیگیم حتما ناوی صد درصده اما به درکهای های الهی و الهیات و روحانی نائل میشه بعضی خوابهاش خوابهای واقعی خواهد بود بعضی حقایق را در رویاش به خاطر اون همه زمینه ها که کسب کرده به دست میاره و البته رسیدن به این درجه کار خیلی ساده هم نیست البته بعضی هم میپرسند خب اینطور که هارامبان میگه اگر کسی از نظر تخیلش مادر زادی قوی نباشه و, و یا استعدادش مثل برای درک همین چیزها خیلی بالا نباشه پس این بهش اجحاف میشه خب این از مادرزادی ضعیف بوده پس نباید ناوی بشه چون به خاطر اینکه اینکه خودش که دخیل نبوده ژنی بوده پدر مادرشون رو به دنیا آوردن رامبا میگه انسان هایی که ناوی هستن نادرند و کمند اما بالاخره هر کسی مطابق با تلاشش میتونه به درجاتی از این چیزهایی که گفتیم برسه اما طور که ما در یهودیت درجات نبوعا داریم رو حشم داریم به حقادش داریم هارامبام یا زه درجه یا سیزه درجه نبوه ها را استبایسته استبای استبا بعدم برای اون معرفی خواهد کرد بالاخره به درک های الهی انسان خواهد رسید البته ناوی وقتی که به سی نبوه میرسه این قوه تخیلش را جهت میده بر اساس یک اصل اقلانی تا اون چیزهایی را که توی مخیلش هست توی خاطرش هست توی خیالش هست توی حافظش هست اینها را که مادی هستند از اونها یک تصویرهایی میسازه که مفاهیم جدید ایجاد میکنه و کم کم از اون مفاهیم مادی به معنوی میرسه خواب اینه رویا اینه اون چیزی که تو خواب به،, به ناوی میرسه وقتی فرشه و ملاق با حرف میزنه چجوری بفهمه که الان ملاح فرشته با او حرف زده باید این را در وجودش و در مغزش و در تخیلش ایجاد بکنه آدم که نمیتونه فرشته را ببینه اما بودن او را و مفهوم ناوی را از طریق اون تاثیرش که در قوه تعقلش گذاشتن و بعد, بعد تخیلش اون چیزهای تجسم میکنه چیزهای مادی و بعد چیزهای مادی را به معنوی تبدیل میکنه به همین خاطر ناوی احساس میکنه که فرشته دیده یا اصلا درک این که فرشته یعنی چی درک این که خدا یعنی چی درک این که نشاما یعنی چی اینها که فیزیکی نیستن مادی نیستن بله درسته نیستن اما از طریق انتقال اون دیتای الهی به قوه تعقل و بعد تخیل و به اوج اون تخیل بعدن اون مفاهیم معنوی و روحانی هم برای چنین آدم ها چی میشه؟ درک میشه یعنی به وسیله تمرکز فکر در باری خدا دنیای خدا تمام افکار زائد از افکار و مخیل آدم دور میشه و وقتی آدم همه افکار را کنار میگذاره و فقط به فکر خدا و الهیتش و عظمتش میپردازه و موقع رویاهای الهی میبینه های نبوعا میبینه و حقایقی برای او روشن میشه که به وسیله اون اندیشه ها میتونه این ناوی انسان ها را هدایت کنه تخیل رابطه خواب و نبوعا میبینیم که خواب یک نوع است یا بهتر بگیم نبوعا یک نوع خواب هست وقتی که انسان به خواب میره در تخیلش به اوج بهره برداری میرسه وقتی احساسا میخوابند هیچ مزاحمتی دیگه برای اون نیست تمام موضوع دیگه کنار میرند و امکان این فراهم میشن که آدم فکر تخلیه شده را پر کنه از اون دانش هایی که داشته اون علمی که داره اون شناختی که داره اون وقتی که آدم تو خواب خیلی آهسته و تعمق میکنه در چیزها و ایدئالهایی که او را بعدا به نبوعا نزدیک میکنه وقتی که این خیال خالی میشه وقتی تمام دیتا عقب میرند و جای فضای خالی باز میشه اون فیض الهی که اومده در روی تحقلش منتقل میشه در روی تخیلش و اینجاست که انسان میتونه خوابهای واقعی ببینه حتی اگر ناوی هم نباشه اینجا وقتی افکارش آرامه وقتی نگرانی ها نداره همونطور که میگن خوابه میگن نزدیک صبح میگن ممکنه واقعی باشه چرا؟ چون خوابهای قبل ممکنه زایده افکار دیگه باشه نگرانی ها باشه سنگینه معده باشه افکار به هم ریخته باشه بی معنی و مفهوم باشه ولی وقتی که انسان خیالش آرام میشه تصور و تخیلش آرام میشه و افکار بی خود کنار میرند جا باز میشه که اون دیتا و اون اطلاعات الهی از جهان آینده از دنیای اقلانی پایین بیاد و در رویا حقیقت ها و بعضی خواب های واقعی را انسان ببینه خواب واقعی به این صورت اتفاق میفته ما میدونیم که از اون قدرت اقلانی که به مغز ما مربوطه این فیض به قوه تخیل میرسه حالا چجوری ممکنه که این فیض که در تخیل رسیده به, به کمال برسه و اون درجه برسه که بتونیم ما ورای حس قرار بگیریم یعنی درک چیزی که از حس به ما نمیرسه درک چیزهایی که با خوندن و یادگیری به ما نمیتونه برسه اون درد که نبوی است درک نبوآ مفهوم نبوآ به وسیله مقدمات و آموزش نیست هر چند آدم باید آموخته باشه آدم باید ثبات داشته باشه دانش داشته باشه اما میبینیم که نبوعا فرق میکنه با چیزی که وسیله نظریات و علم و مقایسه اونها یاد میگرند نبوعا وقتی به قوه تخیل میرسه دیگه لازم نیست که چیزی رو با هم مقایسه بکنیم درک بکنیم یاد بگیریم خود دانش مستقیما به مخیله ناوی از طریق قوه تعقلش وارد میشه و این اصل نبوه است. وقتی ما میخوایم دانشمند بشیم یه دانشمند اطلاعاتش را از مقایسه دیتا و درس ها و اطلاعات و مقایسه یعنی از دانش به بینش میرسه اما نوعا و ناوی وقتی به اون مرحله میرسه اون اطلاعات را خالص و پاک مستقیما از بعد از گذشتن از اون چند مرحله به قوه تخیل او میرسه و ایران ناوی در رویان میبینه همونطوری وقتی بیدار میشه مینویسه نو نوییم نبوها رو می نوشتن و واقعا ببینید چقدر این باید نبوها قوی باشه که ناوی پاشه و مثل اینکه جلو چشماش همیشه مجسمه بی چیزی که تو رویا دیده را رو بنویسه همه نویین چطور اینا رو نوشتن تو رویا که خواب بودن تو رویا نبوها بودن این چیزا رو دیدن پا شدن و کلمه به کلمه اینا رو نوشتن ببینید چقدر قوی هستیم این؟, این رویا که بهش میرسیم شست برابر میگن خواب یک شست همه است پس نوعا قدرتش انقدر زیاد و تاثیرش روی ناوی که بیدار میشه و همه این گفته ها را بدونه که یک همزش کم از یاد بشه می نویزه. اما اینکه که به قابل تخیل انقدر اهمیت میدیم ما نباید اشتباه بکنیم مثل چیزی که فرقه کلامیون در دوران خیلی قدیم قرون وسطا داشتند که هارانبام از اونا خیلی انتقاد کرده کلامیون معتقد بودند هر چی که در تخیل ما بیاد امکان هست که بشه یعنی هر چی ما دربارش تف، تفکر بکنیم میتونه عملی بشه حالا ما مخالفت میکنیم میگه نه ما فکر نکنیم درسته تخیل میتونه کمک بکنه به نبوعای کامل اما اگر چیزهای نامفهومی انسان تفکر بکنه یا تخیل بکنه چیزهایی که غیر امکان نداره در دنیا باشه این نظر اصلا صحیح نیست که هر چی را ما تو فکرمون خیال بکنیم همون را میتونیم بعدا بسازیم گفتیم مثل همون فیلی که از سوزن از سوراخ یک سوزن رد میشه چیزهایی که غیر منطقی است و نشدنی است نشدنیه اینه که بعضیا ف... بعضی ها فقط تخیل قوی دارند و فکر میکنند میتونند به درجه نبوه ها برسند نه تخیل یکی از شرایط رسیدن به نبوه و اگر آدم بخواد بر اساس فقط اعتقادات تسخیالی دنیا را بسازه نمیتونه این نمیتونه هیچ حقیقت واقعی را بیان بکنه بلکه باید هماهنگ باشه با قوه تعقلش عقل و تخیل باید دست به دست هم بدن و حقایق را تصور بکنند چیزهای منطقی را تصور بکنن چیزها شدنی را تصور بکنند. اما خواب و نبوا ارتباط اینا چیست بین هارامبا میگه بین خواب و بین نبوا یک هویت مشترک وجود داره برای اینکه انبیا رویای و خواب را در رویا در شب می‌بینند یا در روز نبوآ یا در شب در خواب یا در روز وقتی که انسان یک مرتبه به خلصه میره یک مرتبه مثل حالت بیهوشی بر او قرار میگیره این فرضی است تقریبا پسیخولوگی و روانشناسانه همان که حخامیم گفتند خلوم اخاد میشیشیم هنه خواب یک شستوم نبواست ای را که میگه حخامیم اسرائیل میگن ذات این که حخامیم میان و این دوتا رو به هم تشفیه میکنند. میگن ماهیت خواب نبوا یک چیزه فقط نبواست شست برابر خوابه پس وقتی میگن یه چیزی چند برابر دیگری است منظورش اونه که همون جنسه منتها خیلی بیشتر و قویتر و بزرگتر اینجا هارامبان به ما میگه وقتی کسی نوعا میاره معنی این نیست که نشاماش از جسمش بیرون میره نه اتفاقا دیتا الهی میاد تو جسم آدم از طریق تعقل و از طریق تخیلش و پس اینجا میبینیم خواب همون یا بهتر بگیم نوآ یک نوع خوابه پس اینجا خواب هم اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنه اما از طرف دیگه هارامبا میگه فرق اساسی هم وجود داره بین خواب و نبوه از یه طرف میگیم خواب همون نبوه هست یا نبوه خوابه از طرف دیگه فرق اساسی است بین خواب و نبوه خواب نبوه است که هنوز به هدف نرسیده هر خوابی یک نبوه های نارسه همانطوری که میگند نوولت نبوه خلوم مثل میوه ای که نرسه و قبل از اینکه برسه کال بمونه و بعد بیفته به خواب هم همونه که اگر به کمال میرسید تبدیل به نبوه میشد قوه به مه قوه تخیل در زمان خواب همین کار میکنند هم، همون کار همون کاری میکنند که در زمان نبوه اما خواب نبوه ناقصی است اما نبوت یک نبوه های کامله البته بعضی خواب ها از چی ناشی میشند از فیض های مثبتی که میاد بر قوه تخیل اما خیلی از خواب ها به خاطر یک گمراهی قوه تخیل که چیزایی بهش میاد که بدون این که هیچ پای و اساس مثبت داشته باشه بهتره بگیم خواب تولید و خل... خلاقیت تازه ای از نفش ما یا یک دانش تازه ای نیست که از بیرون به ما برسه بله معمولا خواب نتیجه بالا آمدن اون دیتا ها و اون اطلاعاتی که مثلت رسوب کرده در, در مخیله ما یعنی اون شناخت های حسی یا عقلی که اینها جمع میشه در قسمت قوه تخیل در زمان بیداری آدم و اینها آشکار نمیشوند مگر در زمانی که آدم از عوامل مزاحم رهانیده میشه آزاد میشه اون موقع است که این اطلاعات رو میتونه دوباره ببینه اون چی که آدم در رویاش میبینه ناشی میشه از تجربیات آگاهانه و غیر آگاهانه تجربیات زمیر خداگاه و ناخداگاه که در زمان بیداریش دیده و اینها حک شدن در تخیلش زیرا اون مطلبی موضی را که انسان در زمان بیداری میبینه در زمانی که احساساش بیدارند و به اون مشغوله در وجود او فرو میره و در حقیقت در زمانی که آدم میخوابه قوه تخیل از این مشتاقه که این چیزهایی که آدم دیده و یا شنیده و انجام داده دوباره اینها را ببینه و تجربه بکنه یا چیزهایی که هم نتونسته بهشون برسه حتی و در رویاش هست اونها را در رویاش انجام بده پس باید ببینیم اون عاملی که فرق بین خواب و نبوآ ایجاد میکنه چیه دوباره میگیم نبوآ نتیجه فیض الهی است که میاد بر قوه تعقل و منطق انسان و همچنین میاد بر قوه تخیل انسان نبوآ فرقش با خواب اینه نبوآ اون دانش اون فیض الهی است که میاد پایین هم در قوه تخیل ما قرار میگیره هم در قوه تعقل ما هم در مغز ما و هم در حافظه ما با هم قرار میگیره اما فرقش با خواب چیه خواب او هم یه چیزی که میاد اما فقط به قوه تخیل ما وارد میشه شاید هم از درون خود ما میاد شاید از اطلاعات خود ماست ما که بیاد برمیگرده به قوه خیال ما و اونجا محدود میشه اینو میگن خواب زیرا اگر واقعا این خواب هم یک هسته واقعی درش باشه میتونه خواب واقعی هم باشه یعنی اینجا خواب از قوه تعقل نمیاد خواب مستقیم نتیجه قوه تخیله اما یه چیزی بهش میرسه از قوه تعقلش عبور نمیکنه مستقیم میاد به قوه تخیلش اون موقع است که میشه خواب واقعی یا خواب غیر واقعی فرق خواب و نبوا اینه نبوع هم همزمان دیتا و دانش میاد بر قوه عقل و قوه تخیل اما خواب فقط بر قوه تخیل میاد یعنی اینکه اگر فیضی بیاد بر قوه تخیل فقط اما اون آدم به علت اینکه دانش نداره عقلش کمه شناختش کمه دانشش کمه منطق نداره منطقی نیست بی پس چون عقلانیش محدوده فقط اون اطلاعات به قوه تخیلش میاد حالا ممکنه اینکه به تخیلش فقط میاد و به تعقلش نمیاد شاید از نظر اقلانی ضعیفه شاید مادرزادی استعداد نداره ازاراش خیلی کمی هست میتونه بعدن خودش کار بکنه اونهایی که تعقلشون ضعیفه تخیلشون قویه و استعداد نبوه دارند لاجرم میتونند ناوی نشند اما ممکنه چی بشند سیاست مدار بشند یعنی سیاست مدار کلی که میتونه سیاست داشته باشه کسی است که قوه اون دیتا بهش میرسه اطلاعات میرسه اما تخیلش قویه پس میشه میتونه رهبری سیاسی بشه میشه قانون گذار بشه قانون هایی که بشر درست کرده و الهی نیست قوانین بشری که در بعضی ادیان درست شده که از الهی نیست خب یا ممکنه از دیگران گرفته شده باشه یا خود اون کسی که ادعا می کرده که ناویه به خاطر قوه تخیل قوی و قوه تعقل ضعیفش این قوانین را خودش از خود ایجاد کرده باشه شاید تجربه و تشخیص که این قوانین برای مثلا هدایت مردم خودش میتونه خوب باشه جادوگران ساهران خوابهای اونا که خواب واقعی میبینند پیشگوها همه از این دسته هستند اینها درجه اقلانی ندارند خیلی ضعیفند تخیل خیلی قوی دارند به همین خاطر هارانبا میگه میتونن آدمهایی باشند که دیگران را مثلا پیشگویی بکنند سحر کنند جادو بکنند قانون بگذارند هدایت بکنند در طول تاریخ آدمهای مثلا مشیح های دروغین که ما اومدیم پیدا شدن اینا و گفتن من ماشیه هم و اومدم شما را نجات بدم و چقدر مردم ها رو به غلط انداختن و گمراه کردن از زمره این ها هستن تخیل قوی تا به جایی که به هزیان میرسن فکر میکنه که این ناویه فکر میکنه و خیلی آدم ها اینجوری ما در طول تاریخ دیدیم انبیای دروغین چیکار میکنن؟ موزه های واقعی را با موزه های خیالی قاطی میکنند متاسفانه اینا که ناوی دروغ هستند حتی اگر یک ذره زمین اقلانی هم دارند انقدر در این محدودند که چیزهای خواباشون و رویاهاشون چیزهای حقیقی و غیر حقیقی در هم ادغام میشه در تو هم میشه تو هم میریزه و اینها چی میشن تخیل میکنند چون هگایون و تخیلشون قوی است اما تعقلشون ضعیفه اینه که حقیقت را با غیر حقیقت قاطی میکنند انبیاء دروغین در طول تاریخ از زمره اینجور آدم ها بودند که بعضی هم واقعا دیدیم که حالا نه فقط انبیاء آدمایی که رهبری کردن جامعه ها را مثلا هدایت کردند، نهضت هایی که درست شدند مسائل حقوق بشر فرض کنید سیاها اون رهبر سیا که میگه I have a dream من یک خواب رویا بزرگ دارم خب خیلی محصه بود تو فعالیتاش خب ولی از زمره اینها هستن که تخیل قوی خیلی دارند و از این تخیل میتونن استفاده کنن اما هیگایون در اون حد نیست کسی که قدرت منطقی اقلانی او کامل نیست فکر میکنه که این رویایی که میبینه واقعی هستند و از بیرون میاد در صورت که اینا تراوش وجود خودشه و خیلی از انبیای دروغین اینجوری هستند فکر میکنند که اینا را خداوند بهشون داره حرف میزنه ولی اینا تخیل قوی از خودشون اینها را دارند در میارن اما نمیدونن خودشون واقعا فکر میکنند که به اینها رسیده اما کسی که به درجه کمال نظری اقلانی میرسه ممکنه به دانشهایی های دسترسی پیدا بکنه وقتی اون شفه و فیض الهی میاد که اینها را با... با آموزش و یادگیری به دست نیاورده باشه این کاری که ما باید زحمت بکشیم و یاد بگیریم ناوی او هم زمینه را داشته او هم یادگیری کرده اما اون چیز تازه که بهش میرسه ممکنه مستقیما از اون فیز بهش برسه و دیگه اون زمینه های قبلی را لازم نداشته باشه یکی از نتیجه گیری های عملی این مسئله اینه هارامبا میگه مثلا ما هلاخا را نمیتونیم از روی خواب قبول بکنیم هر حاخام اگر بیاد بگه من خواب دیدم که باید حلاخا اینطور باشه او را نمیپذیریم هلاخا را ناوی نمیتونه بگه حتی ناوی نمیتونه بگه من خدا به من گفت که اینجوری بکنید شما الان کاری که میکنید هلاخا اشتباه اگر این را بگه ما ما باور نمی از این مورد میگیم هاخام عادیف میناوی هلاخا را ناوی نمیتونه بیاره فقط فقط حخامی میتونن بیاد ناوی هم باید اگر میخواد هلاخا بدونه باید بیاد از هاخام بپرسه و هارامبا میگه ما نمیتونیم یه نفر بیاد بگه من در خواب دیدم حتی اگر خوابی مثل خیلی به حقیقت نزدیک دیده بشه که مثلا کسی در خواب بیاد بگه که یک چیزی گم شده و یک کسی از دنیا رفته میخوان این یه دم مدعی میان میگن ما به مثلا به فرزند این آدمی که از دنیا رفته ما پول زیادی به پدرت مثلا سپردیم و میخوایم یه رو به ما پس بده چون پدرتو فوت کرده و توی داستانا داریم توی تلمود که پدر میاد به خواب فرزندش میگه آره اینا پولی که میخوان در فلان جاست و مقدارش اینقدره و اونجاست زیر چیه زیر کتاب اینجاست میره میبینه که هم... همون همون که پدرش تو خواب گفته درسته همون مقدار هست و همون جا هست حالا میگه نه تو میخوای میتونی بهش بدی ملزم نیستی این رویا و خواب حتی اگه به نظر حقیقی نشون بده این دلیل و اثبات حلاخایی که تو باید پول آبو نیست برای اینکه رویا و خواب میتونه دو جنبه داشته باشه و روح رو خواب خلومت لو معلیم و لو مریدین از لحاظ فقهی حلاخایی میگن خلومت لو, معل... لو معلیم و لو از لحاظ فقهی قانونی خواب چیزی را کم و زیاد نمیکنه. خب بحث مفصل شد تا اندازه مقایسه کردیم خواب و رویا و نبوعا را هارامبان میگه خواب نبوعا در وجود خود آدم در, تخ... در وجود فیزیکی آدم اتفاق میفته و حتما باید مراحل اقلانی بالایی داشته باشه تخیل قوی داشته باشه شناخت داشته باشه و یک مثل خواب کامل را میتونه به طور به کمال برسونه و به نبوها برسونه این خیلی این گفته هارامبام بسیاری از مشکلات و سالها را جواب میده کی ناوی هست کی نیست ادعایی که میکنن بعضی آینده رو میبینن میگن آقا من ناوی هم. من نه پیشگویی کردن در این ها نیست پیشگو کسی است که گفتیم میتونه یکی از اون جنبه هاش یعنی تخیلش قوی باشه اما همه همه درجات نبوه را نداره انسان هایی که بعضی استعداد دارند بعضی مدیوم ها که مثلا احساس میکنند که نیروهایی در وجودشون میبینند ارتباطاتی حس میکنند اینها خب ناوی نیستند اینا افرادی هستند داره یک نوع استعداد ها و بخشی از اون چیزهای نبوه ها را دارن همش را ندارند و همین خاطر پارامبام نبوه ها را تقسیم میکنه انشاءالله در دفعات بعد درباره درجات و فرق نو... فرق ناوی ها با هم و اینکه ناوی نوی این با هم چه فرقی دارند آیا ادبیاتشون آیا از گفتاراشون میتونیم بفهمیم یا از متن گفتاراشون یا نوع گفتاراشون چجوری میفهمیم که که ناوی درجه بالاتری بوده که پایین بوده یا خود ناوی هم که یه وقت‌های بالا پایین داره نووهاش چجوری هست الکین الو... الو... متن حیم انشالله ولی نده در موقعیت بعدی درباره باره درجات نبوآ صحبت خواهیم کرد امیدوارم که صحبت کرده باشید حرامبام و نبوآ شب خیر و شب و روز خوبی داشته باشید شالوم و براخا.